عشقم رازم که اینو گل من. بعد از سلام ای دل دارم، اولا خیلی دوست دارم، دوم دیده به راحت دارم بردشت دمن. ماشین سواری سواری سواری، خوبه به شرطی چو من پر دراری، پیش نگاره یه هو سر دراری با بیقراری، رویش ببوسی بخندی به غمها، با او بگویی ز عشق و تمنا، چیزی نکوتر نباشد به دنیا از عشق و رویا. ماشین سواری سواری سواری، خوبه به شرطی چو من پر دراری، پیش نگاره یه هو سر دراری با بیقراری، رویش ببوسی بخندی به غمها، با او بگویی ز عشق و تمنا، چیزی نکوتر نباشد به دنیا از عشق و رویا. زحمت نکش خانم خوشگله، صاحبش اینجاست. آه سعید تویی، به خدا ترسیدم کی اومدی؟ همین الان تو شهرتون یه ماموریت داشتم، فکر کردم یه سریم به تو بزنم. فقط یه سر بزنی؟ آره. خب بریم تو یکی دو ساعت بمون. نمیتونم، از طرف شرکت کاری بهم رجوع شده که خیلی مهمه، باز انجامش بدم. آخه بعد تو اینجا اومدی پدرمو نبینی. حرفای عجیب و غریبی میزنی ستاره، مار از پونه خیلی خوشش میاد، کنار لونش هم سبز میشه. فقط همین کارم مونده که بیام پیش پدرت، اون وقت با دو تا اردنگی دنگ. نه سعید اینطور هم نیست، آخه هرچی باشه تو پسر خاله منی. درسته ستاره، تو هنوز خوب این خلق الله رو نشناختی، حتی پدرتو. بهتره که من پیش اون نیام، اون خیال میکنه نداری و فقیری از همه ننگای دنیا بدتره. در این صورت از یه همچی آدمی مثل من خوشش نمیاد. باشه، برای من فرق نمی کنه، من خودتو دوست دارم، اما اگه اون زن بدجنس بذاره. کدوم زن؟ لیلا رو میگی؟ بله، ستاره رو میگم. من دلم میخواد با تو عروسی کنم، اما تا وقتی ستاره به خونه شوهر نرفته این کار غیر ممکنه. چرا؟ تا حالا بهانه‌ت این بود که زنم تازه مرده، عزادارم، بعد عروسی کنم. حالا که سالها از مرگ اون گذشته دیگه چی میگی؟ ناتاس، همین روزا وضع ستاره معلوم میشه. دیروز حاج اسمال اونو برای پسرش خواستگاری کرد، منم با کمال میل قبول کردم. قبول کردی؟ بله. اما ستاره که زیر بار نمیره، اون دلش جای دیگه بنده. غلط کرده؟ اگه منظورت سعید پسر خالشه، من نش ستارم رو دوش اون پسر آسمون جل نمیذارم. یالا صداش کن بیاد. در هر صورت من دیگه تو این شهر آبروم رفت، همه توف و لعنتم میکنن، سرکوفتم میزنن، میگن لیلا چرا باید بدون عقد تو خونه یاور قلی خان بمونه. الان صداش میکنم. لیلا با هر بدجنسی هم که شده میخواد زن پدرم بشه، میخواد این یه وجب آب و ملکی هم که داریم بالا بکشه، ولی بابام تا من شوهر نکردم نمیخواد اون عقد کنه. پس چرا لیلا با عروسی من و تو مخالفه؟ میترسه به این زودیا سر نگیره، وگرنه براش فرقی نمیکنه. اون میخواد هر چی زودتر منو دست به سر کنه. حالا نمیای تو؟
کی دیگه همدیگه رو میبینیم؟ برات نامه مینویسم. خدافظ. خدافظ. با امید دیدار. الان میبینیم. گوش کن ستاره، تو دیگه ماشالله بزرگ شدی، باید شوهر کنی. راستش اینه که خودم هم میتونستم این کارو تموم کنم، اما خواستم تو هم راضی باشی. دیروز حاج اسمال اومد اینجا، تو رو برای پسرش خواستگاری کرد، منم قبول کردم. اما من نمیتونم قبول کنم. یعنی چه؟ یعنی اینکه من حالا شوهر نمیخوام پدر. نمیخوای؟ مگه اختیار دست توه؟ کی از پسر حاج اسمال بهتر؟ هم دوستمه، هم آدم سرشناسیه. دیگه چی میخوای؟ اگه خیال کردی با اون سعید پسر خاله لخت و جرنبالت عروسی کنی، افکار باطلی داشتی. آخه چرا پدر؟ مگه سعید چشه؟ من از فامیل مادرت بیزارم، نمیخوام ریختشونو ببینم، فهمیدی؟ از اون خالت و پسرش اقدام میگیره. حالا بیام دخترمو بدم با اونا؟ منم زن کسی دیگه ای نمیشم پدر. غلط میکنی، زنت خودت از کو پرت کنی پایین و خیال همه رو راحت کنی، فهمیدی؟ دختری بیشر. اونم شما وادارش کردین، انقدر وقت و بی وقت زدینش و آزارش دادین که از جونش سیر شد. حقش بود، اما اگه بخوای پاتو پس گلیمت بیشتر دراز کنی و حرف من رو نشوی، اینقدر میزنمت. هر کاری میخواییم بکنیم پدر، اما من کسی رو که دوستش ندارم زنش نمیشم. خفه شو، فردا میرم تهران. تا روزی که برمیگردم تو باید همه این فکراتو کرده باشی. امشب این نامه رو با اشک چشم و خون دل برای تو مینویسم، برای سعید عزیزم. دیروز پدرم خواستگار تازه رو برای من پیدا کرده، پسر یکی از دوستانشه. چرا از من پنهان میکنی؟ من که میدونم برای سعید نامه مینویسی. تو که میدونی چرا سوال میکنی؟ برای اینکه خودمو دوست تو میدونم. تو هیچ وقت دوست من نبودی. دیشب بعد از اینکه تو رفتی خوابیدی، پدر جریان پسر حاج اسماعیل رو به من گفت. تو نبودی، ولی خدا خودش میدونه که من چقدر بالای تو در اومدم. بهش گفتم چرا میخوای دختره رو بدبخت کنی؟ اگه ستاره با پسر حاج اسماعیل عروسی کنه، تو آخر عمر روزگارش سیاه میشه. مگه تو هم معنی علاقه و محبت رو میفهمی؟ برای چی نفهمم؟ مگه من آدم نیستم؟ تو از ریخت بابام بیزاری، فقط برای چندرغاز دارایش میخوای زنش بشی. ببین عزیزم، من امشب اومدم پیش تو که اگه دلخوری چیزی با هم داریم کنار بذاریم. آخه چرا نباید ما مثل دوتا دوست باشیم دختر جون؟ دوست؟ بله. چرا نه؟ میخوام یه مژده‌ای رو بهت بدم. عروسی تو با پسر حاج اسماعیل تقریبا به هم خورد، باعث و بانیشم من بودم. دروغ میگی؟ آخه چه علتی داره که من به تو دروغ بگم؟ باور کن دلم میخواد برای تو دوست خوبی باشم. نمونهشم همون جریان عروسی که دیشب رأی پدرتو زدم. حالا فهمیدی؟ گفتم که من حرفاتو باور نمی کنم. بازم سر عقیده خودتی؟ دیگه از اینم چیزی بالاتر هست؟ به همین کلام الله قسم میخورم که دروغ فعلا بابا تو از این عروسی پشیمون کردم. تو به قرآن قسم میخوری؟ لیلا منو ببخش. لیلا من در مورد اشتباه میکردم. آه مهم نیست جونم، این مهمه که به من اطمینان پیدا کردی، خدا رو شکر. خب خوبه به سعید خبر بده که اونم یه کاری بکنه، حالا دیگه موقعشه. الان براش نامه مینویسم. نه ستاره جون، بهتره با خودش حرف بزنی. آخه چه جوری؟ من که به این زودی اونو نمیبینم. تو باید هر چه زودتر بری تهران، به سعید بگی که بابات راضی شده. من میترسم برم تهران، اگه پدرم بفهمه روزگارمو سیاه میکنه. نه ترس جونم، من فکر اونم کردم. پدرت اقلن تا یه ماه دیگه بر نمیگرده، تو میتونی 6-7 روزه بری یا برگردی. آخه این کار برای من خیلی خطرناکه، میترسم. آه هیچ خطری نداره، از بابت اینجام کاملا خیالت راحت باشه، نمیذارم آب از آب تکون بخوره. لیلا جون، لیلا تو اینقدر خوب بودی و من نمیدونستم. خب حالا بیا و یه ماچم بده و با هم آشتی کنیم. برستادمش اونجای که عرب نمیندازه. آخه چجوری؟ اینجا.
جوری؟ قرآن؟ نه جونم، قاب خالی قرآن و قسم خوردن که گناهی نداری. تو کد شیطون از پشت بستی. حالا کجاشو دیدی؟ بذار فردا بره تهرون، اون وقت میبینی که چه بلایی به سرش میارم. چی داری میگی داشتی؟ من زنگ گرفتن چشکه. داشتید بالاخره اینجوری نمیشه، من باز فاسد دستی بالا کنم و بندازمت قاطیه. اونجا رو نگاه، باز این مزاحمه عوضی پیدا شد. یه دقیقه حسین جان، اینجا چیکار میکنی؟ مثل اینکه یادت رفته امشب شام مهمون من هستی. خودم برات غذا درست کردم، باید بیای امتحان کنی. اگه امشب ما این شامو نخوریم نمیشه؟ این شامو مخصوص تو درست کردم، میخوام ببینم حضرت آقا از دست پخت من خوششون میاد یا نه. دلم میخواد خیلی خوشحال باشی. من گوش میدی؟ بله. ببین سعید، اگه تو یه خورده بیشتر روی خوش به من نشون بدی، به خدا کاری میکنم که صاحب همه چیز بشی. تو با اون صدات میتونی به اوج شهرت برسی، ثروتمند بشی. فقط یه کمی بیشتر مال من باش. درسته؟ میدونم مسخرم میکنی، این موضوع تو رو همیشه رنج میده، همیشه ناراحتی، همیشه ساکتی، همیشه خودتو میخوری. منظورم دختر خورت ستاره است، همون دختر دهاتی. بس دیگه، دهنتو ببند، انقدر مزخرف نگو. من به تو اجازه نمیدم راجع به اون اینطور حرف بزنی. خیلی خوب، ببخشید، معذرت میخوام. حالا بشین بقیه یه غذاتو بخور. دارم منتظرمه. اون میدونه تو پیش من هستی، ازت خواهش میکنم اینجا پیش من بمون. از کی تا حالا تو و مادرم با هم خودمونی شدین؟ پیرزن خوش باور. راستی مثل این که قرار بود تو دیشب پیش فتنه خانم بمونی. ببینم مادر، چرا تو دلت میخواد من با فتنه گرم میگیرم ها؟ چرا؟ مگه فتنه چشه؟ پول نداره که داره، خوشگلی نداره که داره، صاحب ده ها آپارتمان شیک نیست که هست. دیگه چی میخوای قربونت برم؟ نون خالی نخور، الان تخم مرغ تا اومده بود اینجا، صد دفعه دست منو ماچ کرد و گفت مادر اگه من با سعید عروسی کنم یک کاباره بزرگ به اسم خودش باز میکنم که توش آواز بخونه، درآمدش هم مال خودش باشه. چی دیگه از این بهتر؟ تو که همش مادر چشه دنبال پوله، آخه یه چیزای دیگه هم هست که آدم رو خوشبخت میکنه. اینا عزیز من همش حرفه، پوله که خوشبختی میاره. بیا بخونم، بیا جونم. ای ننه، من یه اون با بدبختی و ذلت زندگی کردم، به خدا تو چله زمستون یخ حوضو میشکستم و برای مردم رخشوری میکردم. تو اون موقع یه سالت بود که بابات مرد، خیال کردی که همینجوری بزرگ شدی؟ ای ننه جون، تو خیلی ساده، حالا وقتشی که سر پیری یه لقمه راحت بخورم. حالا مگه راحت نیستی ننه؟ چرا؟ اما این زندگی کجا و اونی که با فتنه عروسی کنی کجا؟ من هیچ وقت مادر با فتنه عروسی نمی کنم، حتی اگه زیر پاهامو با جواهرهای این خانم فرش کنم. اون یه لنگ کفش من کجاست؟ تو دیوونه ای ننه؟ آره اینها اینجاست. آره دیوونه ای که دلش میخواد خودش کار کنه و خودش هم نون در بیاره. از همه اینا گذشته، من یه موی ستاره رو به هزار تا امثال فتنه ها نمیدم. پس تو راحتی مادرتو نمیخوای؟ چرا؟ ولی تو هم اگه مادر خوبی هستی نباید منو به پول بفروشی. چرا تو اینجا چکا میکنی؟ کی اومدی؟
دیر ترکت کردم الان رسیدم. پس اقلا به من خبر میدادی که جلوی پات گابی گوسفندی چیزی قربونی کنم. بریم بریم تو زودتر، مادرم خیلی خوشحال میشی. قنعه رو چش جدا شادم کردی. کسی خونتون نباشه، من خجالت میکشم. سر صدا نکن، یواش. دل سری من بگری گردن کلوبتم، نای نای گردن کلوبتم. مادر ترسید. ببین کی اومده مادر، بیه تو بی تو خجالت نکش. سلام خاله جون. ستاره، آه سلام ستاره جون، چه عجب از این طرف ها، خیلی خوش اومدی. اگه ببینی چقدر دلم برای تنگ شده بود. ایشالله که منو میبخشه خاله جون، من مزاحم شدم. این حرفا چیه ستاره جون؟ اینجا خونه خودته، اینو بدش منه. چرا وایسادی؟ بذار یه چیزی واسه بیارم بشین. متشکرم. ببینم ستاره جون، تنها اومدی؟ پدرت از اومدنت خبر داره یا نه؟ نه یعنی آره. چه جوری بگم خاله جون، آخه میدونی وقتی که من میخواستم بیام بابام نبود. حالا وقت این حرفا نی، مادر ستاره تازه گرد را رسیده، اصلا چطوره بریم یخته بیرون بگردیم؟ بعدم نمیاد مادر جون، با اجازه تو ما الان برمیگردیم. خدا بریم خاله جون، بری بیام بخبا. خیلی خوش آسده چه معرفی میکنم، ستاره دختر خالم، ایشونا فتنه خانوم از دوستان نزدیک مادر. ببخشید ما میریم با عزت و یخت گردش. کافی نیست. من دیگه فکر نمیکنم احتیاج به دروغ بیشتری باشه. بازم بنویس، هرچی روغن داغش بیشتر باشه بره. بنویس بنویس. آه ما هرچی کردیم نتونستیم جلوی ستاره رو بگیریم، بالاخره از منزل فرار کرد. فوراً حرکت کرده تشریف بیاورید. قربانت لیلا. قربونتم رفت. حالا اینطوری خیلی بهتر شد. ستاره مال سعید، ملک و املاک باباشم مال جناب جمشید خان، پیشکاره جعفر کلی خان. تو که میگفتی لیلا باهات خوب نی؟ چطور حالا به حرفش اطمینان پیدا کردی؟ من اشتباه میکردم سعید، دوستیش بعد به هم سر. اون بود که رأی بابامو زد، اما بازم میترسم پدرم با اون اخلاق دمدمی که داره دو مرتبه عقیدهشو عوض کنه. ولی من میتونم جلوشو بگیرم، هیچ کس هم نمیتونه ما را از هم جدا بکنه. بلاشو بلاشو. آخه چطوری؟ اگه تو هم موافق باشی کاری میکنم که دیگه پدرت نتونه حرفی بزنه. یعنی چیکار؟ یعنی در مقابل عمل انجام شده قرار بگیره. تو رو میبرم محضر و عقدت میکنم. نمیگی مبارکه؟ خب بعدش چی؟ بعدش هم میریم پیش پدرت. من تو رو ازش خواستگاری میکنم. اگه قبول کرد که هیچی، اگرم نکرد تازه تو زن رسمی من هستی. با هم برمیگردیم تهران رو زندگی میکنیم. تموم شده. ولی پدرم ممکنه که... که چی؟ اگه اون واقعا خوشبختی تو رو میخواد باید ببینه خواست تو چیه. اصلا یه چیز دیگه، تو جرأت داری زن پسرخاله بی پول و فقیرت بشی و باهاش زندگی بکنی؟ ها؟ زندگی من توی سعید، این چه حرفی میزنی؟ من تو رو با دنیا عوض نمی کنم. ممنونم ستاره، ممنونم. حالا میتونم بگم من خوشبخت‌ترین مرد دنیا هستم. بیبریم. آیا رکب مبارکه؟ خدا یا داشتارا خیلی وقت چشم را هستم، بالاخره پیداش کردین حسین آقا. خیلی معذرت میخوام، آی مدیری کردم. میدونین این روزا هم چیه؟ بیای تو جانم بیای. آخه امروز یه عروسی کوچولو داشتی. میدونم، از وقتی که نامزدش اومده به ما کمتر میرسه. خب جوونیه و هزار آرزو، بشینید تا بهتون بگم. وای جان، میدونید همچین مختصر بگم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. ما تو اون مناقصه که خودتونم خبر دارید برنده شدیم و تمام این بارها رو بایستی به مقصد حمل کنیم. شما پس فردا اول وقت با 6 راننده دیگه این ماموریت رو انجام بدید. دلم میخواد تا پس فردا هر کاری که دارید تموم بکنید، چون سرپرست و مسئول این کاروان شما دو نفر هستید. اما من نمیتونم آقای کامران، تو این هفته عروسی دارم. خواهش میکنم یه نفر دیگر به این ماموریت بفرستین. نه جان من، این حرفا برای من قابل قبول نیست، چون من تو این شرکت به کسی دیگه جز شما دو نفر اطمینان ندارم. شما وارد نیستین، حسین آقا میدونه، اقلا میدونه چند میلیون تومان ارزش این هاست و نمیشه دست هر کسی داد. آقای کامران، اگه من تو این هفته عروسی نکنم ممکنه خدا نکرده هزار اتفاق بیفته. همه اینهایی که میگید درست و حرفای تو بسیار متینه، اما اگه تا پس فردا این کاروان حرکت نکنه حداقل روزی 5000 تومان برای این شرکت ضرر داره. آیا تو راضی هستی؟
روزی 5000 تومان ضرر؟ من مطمئنم که سعید هیچ وقت راضی نمیشه. من که خدمتون عرض کردم. خب بیا جناب سعید، عروسی از دست در نمیره. این خرج رفت آمدت، اینم حقوق یک هفته، اینم 1000 تومان پاداش. وقتی هم که برگشتی مایی 300 تومان به حقوقت اضافه میکنم. بازم بگو نمیرم. آقای کامران خیلی ممنونم، ایشالله که زنم هم راضی میشه. قربون شما. چرا اینقدر دیر کردی؟ دیر کردم؟ عوضش بیا، این خرج رفت و آمدید، اینم حقوق یک هفته، اینم 1000 تومن پاداش. وقتی هم برگشتی مای 300 تومن بهت اضافه حقوق میدم. باز هم بگو نمیرم پسر. خیلی خوب سعید، عالی شد. با همه این احوال بازم اگه تو ناراضی باشی نمیرم. برای چی ناراضی باشم؟ 1000 تومن پاداش، ماهی 300 تومن اضافه حقوق. چرا نری؟ اینا همش کار خداست. خدا خواسته اول زندگیمون به ما کمک بشه. درست ستاره، وقتی دو نفر همدیگه رو دوست داشته باشن خودم اونا رو دوست داره. میرم و برمیگردم، تو هم با این پولا وسایل عروسیمون رو تهیه کن و واسه خودت هم یه دست لباس عروسی قشنگ بخر. خدا کنه زودتر برگردی. حتما. اما نمیدونم چرا تهی دلم شعور میزنه. میترسم پدرت برگرده و ناراحت بشه. برای چی؟ پدرم یه ماهه اومده تهران، اون حالا به این زودیا بر نمیگرده اونجا. خب فکرش نکن، برگردم مهم نی. من تا موقعی که پیش تو هستم هیچ آرزویی ندارم، مثل اینکه خدا تمام دنیا رو به هم داده. مگه فقط به تو دلم خوشه؟ به زن قشنگم، به ستاره اقبالم. دختری به اسم ستاره ندارم. خیال میکنم اون مرده. دختری که از خونه باباش فرار کنه یه پول سیان برای من ارزش نداره. کی گفت؟ آخه خجالت میکشم. بگو! بیری که خوردی دختر، محضر داره بگین میان اینجا. بنابرای کار کنم؟ میخوام از ارث محرومش کنم، میخوام بنویسم که دیگه ستاره دختر من نیست. پیش عشق زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبند
تمنا ای یار زیبا. بیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را. سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا. نمیدونم خاله جون، خواب بدی دیدم. چیزی نیست، شاید سر دلت سنگینه، بگی بخواب. چشم مادر. نفس بکش. بیشتر جانم. بازم. الحمدلله شما چیزیتون نشده، همه جای بدنتون سالمه. خیلی شانس آوردم دکتر، اقلا ماشین من 6-7 ملق زد، همه خیال میکردن من مردم. خدا بهتون خیلی رحم کرده، برو زودتر به خانوادت خبر بده. آره دکتر، همین الان براشون یه تلگراف میزنم، زنم اگه بفهم من مردم دق میکنه. با اجازه. برو بوم میده خدا. مرسی آقا. یک خبر از ایران. خدافظ. خدافظ. شما آخرین خبری که از سقوط کامیون ها به دست ما رسیده، دو نفر از راننده ها کشته شدند و یکی از آنها به سختی مجروح گردیده است. کامیون های مزبور متعلق به شرکت کامران می باشند. با کی کار داشتید آقا؟ یک تلگراف دارید. از کی؟ از سعید سیستان. خدایا چی میشنوم؟ از پسرم. خواهش میکنم بخونید ببینم چی نوشته. آخه من سواد ندارم. ایشالله که خبر خیره. عرض کنم حضور انور شما که هیچ نگران نباشید، کاملا سلامتم. خبر مرگ من اشتباه است، 2 روز دیگر در تهران هستم. بفرمایید خانم.
خدا رو صد هزار مرتبه شد شکر که پسرم زنده است. ممنونم برادر. مرمه شما زیاد خدا رو شکرت که پسرم زنده است. خدایا من چقدر بدبختم، چقدر. مگه من به درگاه تو چه گناهی کرده بودم که سعید منو ازم گرفتی؟ چقدر بدبختم. این بدبختی از قدم شوم خودت بود. اگه نه پسرم سالی صد دفعه از این مسافرت ها میره. چرا هیچ وقت این بلا سرش نمی اومد؟ فقط همین دفعه که تو اینجا بودی این طور شد. آخه خاله جون من چه گناهی دارم؟ من که نخواستم سعید به این مسافرت بره. تازه خدا اینو خواسته. بسته، خدا اینو خواسته. چرا تا به حال این بدبختی ها تو خونه ما نمی اومد؟ تا مثل اون بابای دایم الخمرت نه شون. شما هر جا پا بذارین مرگ و میرم با خودتون میبرین. مگه همون بابای بدجنست نبود اون همه خواهر بدبخت منو زجر و آزار داد تا مجبور شد خودکشی کنه؟ اون خواهر منو از بین برد تا بچه‌مو نابود کرد. دیگه چی از جون ما میخوای؟ پسرمو که از دست دادم به روز سیاه که نشستم دیگه چی میخوای؟ یالا بلند شو، بلند شو از این خونه، برو گورتو گم کن. دیگه نمیخوام اون خیافه نفستو ببینم، برو گم شو. خاله جون بهم رحم کن، منو از این خونه بیرون نکن، من نمیتونم برم. آخه شما که نمیدونی. چی رو نمیدونم؟ من دیگه نمیتونم کسی رو که باعث نابودی بچم شده جلوی چشمام ببینم. برو گم شو، برو خونه بابات. راستی که خیلی شانس سواری طوری نشدی. بچه ها تو شرکت داشتن دق میکردن. خدا رو شکر، خدا رو شکر. آره ماشین من اقلا 6-7 ملل زد حسن آقا. این شانس ستاره بود که من زنده بمونم. راستی از خونه ما چه خبر؟ آمد نتونستم جلوشو بگیرم. هرچی بهش التماس کردم، خواهش کردم صبر کن سعید بیاد بعد بذار برو، قبول نکرد که نکرد. آخه چجوری قبول نکرد؟ ستاره نمیتونست بره، نمیتونست. من نمیدونم والا. بهش گفتم خاله جون اینجا خونه خودته، سعیدم پسر خالته، اگرم نمیخوای باهاش زندگی کنی حقلا بمون تا خودش بیاد. گفت نه، من دیگه نمیتونم منتظر سعید بشم. آخه این حرفا تو کتر من نمیره بابا. ستاره، آخه ستاره اون شما که از جریان خبر ندارین. من که هرچی بگم تو باور نمی کنی. ستاره اصلا نمیخواست این خونه بمونه، میگفت عروسی من و سعید غلطه. سعید هنوز حقوقش اینقدر نیست که بتونه منو اداره کنه. آخه شما یه چیزی بگو حسین آقا جون. چی بگم آره؟ به جون شما حسین آقا جون، وقتی این حرفا رو زد منم نتونستم جلوشو بگیرم. یعنی چی جوری میتونستم؟ دارم دیوونه میشم، نمیشه باور کرد. آخه غیر ممکنه ستاره این حرفا رو بزنه. با اون وضعی که ستاره داشت غیر ممکنه، اون نمیتونه به خونشون برگرده. پس چطور شد که گوش رفت؟ نه تو هنوز دخترای امروزی رو نشناختی. هزاری هم که به یه جوون بگن دوستت دارم دوستت دارم، اگه یه پولدار ترگیر بیارن ول میکنن و فوری میرن طرف اون. شاید هم یه لقمه چرتر گیر آورده باشه. خدا عالمه پسرم. دیگه بسته مادر، بسته. شما که خبر ندارید اون واقعا نمیتونست بره. آخه اون زن رسمی من بود، زنی که مال من شده بود. تو بگو حسین آقا جون، هیچ زنی مثل ستاره میتونه خونه شوهرشو ترک بکنه؟ آخ دارم دیوونه میشم. Thank you.
اومدی اینجا چیکار کنی نون عجیب؟ کی به تو گفت پاتو بذاری تو این خونه؟ برای چی پدر؟ مگه چی شده؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ تو که نه آبرو نه حیثیت و نه نجابت سرت میشه حالا اومدی که مردم تو صورت من توف کنن بگن دخترش یافتی؟ صبر کن پدر، بذار منم حرفمو بزنم. بند دهان کثیف تو. آخه به حرفای منم گوش کن پدر، مگه من حق حرف ندارم؟ تو بدبخت فکر نکردی اگه من از خونه بابام فرار کنم مردم چی پشت سرم میگن؟ چی برای بابای بدبختم میمونه؟ کی گفته من فرار کردم پدر؟ لیلا از همه چیز با خبره، اون میدونه که من دیگه بسته. من تو هیچی نمیدونی؟ نه، فقط اینو میدونم که هرچی خواستم جلو تو بگیرم فرار نکنی نشد که نشد. مثل اینکه بال در آورده بودی و میخواستی فرار کنی، هیچ کس جلو دارت نبود، حتی فکر آبروی پدرت هم نکردی. حالا چی میگی نانه چی؟ فرار کردی بری دنبال هر سکید؟ پس چرا برگشتی؟ لیلا، به خاطر خدا راستشو بگو، بگو که من خیال بدی نداشتم، به خدا پدر من هیچ کار بدی هم نکردم. من راستشو گفتم. تو دروغ میگی، همه تون دروغ میگی. آفشو نمیخوام صدا تو بشنوم، از این خونه برا گوره تا گم. شما اشتباه میکنین پدر، من زن سعید هستم، زن عقدیشم، زن رسمیشم. برا بیرون. میدونی ستاره خانم، به نظر من پدرت تا اندازه ای حق داره. باور کن اونجا سعادت تو با آینده تو به هیچ چیزی فکر نمی کنه. و این چند روزی هم که تو رو دست ما سپرده تا از خونه و زندگی دور باشی، فقط واسه خاطر سعیده که اگه از این طرف رد شد و خواست تو رو ببینه نتونه او کم کم منصرف بشه. ستاره خانم، به هر حال این به نفع خودته. ستاره باور کن، دروغایی که دیشب گفتم بی مصلحت نبود. پدرت خیلی مست بود، دروغ و راست رو نمیفهمید، اون فقط میخواست عقدش رو خالی کنه. آخه جاش بود تو هم اول میامدی پیش من که بهت بگم چیکار کنی. خفه میشی یا نه؟ جمشید خیلی تشنمه، به یه قهوه خونه که رسیدیم نگه دار یه چیزی بخورم. ستاره جون تو چیزی نمیخوری؟ شکم ببین کجا وایساده. پسر من یه جا قطع بود، برای خودمون مرتب وایساده. نه رفو بابا، اینقدر نمبر شد کجا رفت؟ یه دفعه قیبش زد. عجب دختر بدجنسیه ها. زود باش، باید بریم دنبالش پیداش کنیم. نفهمیدم چجوری فرار کرد. هر تا شده باید این بدجنس رو پیداش کنی. یالا تونتر برو، زود باش دیگه. مواظب باش، جلو تو بپا. ترمز بریده. Yeah.
معصوم و بیگناه تو به کشتن دادی. تورم میگن آدم؟ به خدا تمام سگای بلگرد بیابون به تو شرف دارن. پیر مرد بلحوث، حالا هرچی ملک و دارایی داری دو دستی نگرش دار، چون باید همشو با خودت به گور ببری. چرا من حرف اونو باور نکردم؟ چرا؟ خدایا منو ببخش. اون مادرش، اینم دخترش. مادر، ما منتظر تو بودم. مادرم کجاست؟ پیش من زندگی میکنه. اون اومده منزل ما. حقش بود میرفت. لابد ترس دروغایی که به من گفته به تو پناه آورده. آره نه، اینطور نیست سعید. مادرت که بد تو رو نمیخواد، اون تو رو دوست داره، اون خوشبختی تو رو میخواد. خوشبختی؟ خوشبختی من؟ همش من؟ پس اون دختر چی؟ اونی که از بین رفت چی؟ مردشوری خوشبختی رو ببره که باعث مرگ یه موجود بیگناه بشه. خیلی متاسفم سعید، ما همه خبر کشته شدن ستاره رو شنیدیم. نمیشه دیگه کاری کرد. تو هم نباید خودتو اینقدر ناراحت کنی. دیگه تموم شد. نه، هنوز هیچی تموم نشده. تو و مادرم اگه خیال کردین با از بین رفتن ستاره به مراد دلتون میرسین، اشتباه کردین. اون پیرزن دلش میخواد تو عروسش بشی، اما این آرزو هیچ وقت عملی نمیشه. ممکنه مادرت اشتباه کرده باشه، ولی خوشبختی تو رو میخواستی. منم همینطور. آره میدونم، اما این اشتباه به قیمت جون یه انسون تموم شد. جون کسی که شما که حامله هستید نمیتونید کار کنید. چرا آقا؟ میتونم، به خدا میتونم، قول میدم که میتونم. بسیار خوب. اسم؟ ستاره. اسم پدر؟ حسن. اسم شوهر؟ خانم پرسیدم اسم شوهر. اسم شوهرتون چیه؟ شوهرم مرده. بسیار خوب،
بفرمایید. متشکرم. خیلی متشکرم. روی از کار امروزت خیلی راضیم. باری کنم یالا زودتر بجم این بابا. زهرا بازه او تو باش پارچه نسوز. چیه آبجی جون ناراحتی؟ آخه با این وز که نمیتونی کار بذار. چی شد؟ تو میزنم خورشید زندگی من، خورشیدی که به هر کس و به هر جا نور میتابه ولی زندگی خودش تاریک. خدایا خورشید من چه گناهی داشت که باید بدون نوازش های پدر به دنیا بیاد؟ الان درست یک سال از اون حادثه گذشته و تو در تمام این مدت مثل دیوونه ها بودی. آخه از غصه خوردن و به مشروب پناه بردن که ستاره زنده نمیشه. به خدا من یقین دارم روح اونم در این ماجرا عذاب میکشه و رنج میبره از اینکه تو اینقدر ناراحتی. درسته، اما تمام رنج های دنیا به قدر اون یه لحظه ای که ستاره ناامید از خونه من رفت نمیشه. تو درست میگی سعید، ولی دیگه چه فایده ای داره؟ تو در عوض بایستی به خاطر آسایش روح اونم که شده زندگی تو درست کنی. تو بایستی ترقی کنی، بایستی زندگی کنی. منم از هیچ کاری دریغ نمی کنم، هر چقدر که پول بخوای. خواهش میکنم پولتو بذار زیر سرت، محکم نگرش دار. پول پول. من از پول خودم صحبت نمی کنم، بلکه از سرمایه‌ای که در وجود توی دارم حرف میزنم. به خدا با این صدایی که تو داری صاحب همه چیز میشی، ثروت، شهرت، محبوبیت. سعید بس کن دیگه، برای چیزی که از دست رفته قصه نخور. آب رفته دیگه به جاش بر نمیگرده. منم بهت کمک میکنم تا موفق بشی، به شرط اینکه زندگی گذشته رو فراموش کنی تا یه زندگی تو هم با ثروت و شهرت درست کنی. موافقی عزیزم؟ پس موافقی. متشکرم. منم از همین فردا صبح شروع میکنم. نمیشه آبجی جون، زن بچه دار قبول نمیکنم. تو رو خدا. گفتم نمیشه عزیز من. حالا میتونی ما رو من نون خوردن بندازی؟ برو بابا جون، برو خواهر من، برو ناکرتم. خودت میدونی که دیگه امیدی به هیچ کس و هیچ جا ندارم. دیگه نمیتونم ببینم پاره جگرم مثل شمع ذره ذره تو بغل من آب بشه و بمیره. خدایا منو ببخش.
ببخش که تو رو تنها میذاره، گرچه خدا ارحم الراحمینه، ممکنه بعد از من کسی که تو رو پیدا میکنه خوشبختت کنه. من میمیرم که تو زنده بمونی. خدایا کمکم کن که جرأت این کار رو داشته باشم. خدایا خودت کمکم کن. بگونی گردنش سوارش کنی بدبخت. برو بابا خدا پدرتو بیامرزه، ما هرم زورکی سوار کرد. یا علی خودت به دادم برس. آخه چهار شوشیم دیدی چی شد؟ زود باش بریم ببینیم چه بلایی به سرش اومدی. آخه من چه گناهی کردم که تو میخوای خودتو بکشی؟ اون وقت من خاک بر سر بدبخت کنی. اگه میخواست تو خاک بر سر بدبخت کنه نمیمد تو بیابون خودشو بکشه. لابد فکر جای خلوت یه راننده میتونه فرار بکنه. حالا به جای این کارا زودتر برسونینش به دکتر تا نمرده. یالا زود باش وایسین. بچم کجاست؟ اینجاست پیش ما. ناراحت نباش، نورا میبینی؟ نه همه جا تاریک. آقایون متاسفانه به علت ضربه ای که به سرش وارد شده بیناییشو از دست داده. یعنی دیگه هیچ امیدی نیست آقای دکتر؟ والا فعلا تا مدت زیادی کاری نمیشه کرد، بعدم یه جراحی دقیق لازم داره. البته باید امیدوار بود. چرا نذاشتین من بمیرم؟ چرا؟ حالا من با این بدبختی چی کار میتونم بکنم؟ کجا میتونم برم؟ خدایا چقدر بدبختم. گریه نکن خواهر، ناراحت نباش. ما سه نفر مطرب دورگرد هستیم، فقیر و بیچیزیم، اما اگه شما راضی باشین پیش ما زندگی بکنین، از خودتون و بچه‌تون مثل تخم چشممون نگه دارید. قبول کن با این برادرای فقیر زندگیتون. دیگه حرفش هم نزن آبجی، خیال کن از این به بعد سه تا برادر داری. پاشو بریم خواهر جی. آخه من با این چی؟ دیگه قبول کردی آبجی؟ حرفش هم نزن بایو. جبکی که بزین جلو پای. خیلی متشکرم. بفرمایی. خیلی ممنونم. خیلی خوب بریم. شما بری معلومیم آی دکتر. بگو جانم. خیلی ممنونی. با اجزه شما. موفق باشید. اگه من رو تو بر نگردون پسرم، میدونم من گناهکارم، به تو دروغ گفتم، خیال میکردم که با اون دروغ تو رو به خوشبختی میرسونم، اما نمیدونستم باعث مرگ یه دختر بیگناه میشم. منو ببخش پسر. مادر تا آخر عمر قلب منو شکستی، روح منو خسته کردی، حالا یه غمی تو این دلم لونه کرده که هیچ چیزی خرابش نمیکنه. میدونم پسر، میدونم. منم از تو خواهش میکنم، التماس میکنم، به پات میفتم که از گناه من بگذری پسر. خیلی خوب مادر، گریه نکن. ما همه گناهکاریم، گناهایی داریم که فقط به دست خدا قابل بخششه، خدایی که همه بنده هاشو میامرزه. من خیلی باعث ناراحتی شما شدم. راستش اگه میمردم راحت تر بودم. ببین آبجی، باز اومدی نجدازی و این حرفا چیه میزنی؟ به جون همین بچه اگه یه دفعه دیگه از این اختلاطا بکنی هممون پاک دلخور میشی. مگه نرم زور
آخه آدم تو خونه خودش که این حرفا رو نمیزنه آبجی. بابا جون این شیر داره جوش میاد. گرم شد نجا؟ آره بری کل اوگدم ایگه بگم شیرت بگم کم گفتم بگی بینم بچه بگه من تکونش بده بچه گرده نکنه بده من شیشه شیر ببرم داره تکونم بردیرم این بچه رو چرا به من میگی شیر ببرم این دوتا را در کنم میرای مربع مستقیم بچه را بیارم بچه بکنیم بچه بچه اخبرقا کو چی؟ خدا یه عقل حسابی بهت بده آخه مگه بچه اینقدری هم تخم مرغ میخوری؟ واسه مادر بچه میخوام نه خود بچه. نه من سیرم نمیخوام. مگه میشه؟ اینی کرده بیدم اینی کرده وای 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 این که خودشو خیس کرده گونه هاشو گذاشتم دم اجاق خوش بشه برو عوضش کن. گذاشتم دم اجاق خوش بشه فقط همین یه کارمو مونده بود. آخه یه فکر واسه شام بکنی رمه جون این نیم بجبی با همه خول باشیش بل داداش میگه. آخه شب اول که نمیشه جلوی مهمون نون و پنیر گذاشت. نون و پنیر؟ آره یه زیارت از مردونی همسایه چند تا مرغ و تخم مرغ. نه خواهش میکنم به خاطر من خودتونو تو درد سر نندازین. هرچی شما بخورین منم میخورم. بح این چرفیه آبجی جون این کارا که واسه ما زحمت نداری جونه. تو این آقای مربع مستطیله که میبینی اینجا تمرگیده یه دنیا خاصیت داره. یکی از خاصیتاش اینه که همچی که چشمش به یه مرغ بیفته چطور میشه؟ همچی که چشمم به مرغ بیفته مرغ خودشو تو قابلمه پخته میبینه. بله بچه رو باستادی مثل قهرمان های فیلم باستادی من رو نگاه میکنیم. یالا باشو بینم یالا مطمئنش نگو همینجور نشسته داره آهنگی داره. نازی گریه نکن مامانی الهی که تو رو موش بخوره. وای تفلک بازم که خودت خیز کردی. خیلی خوب گریه نکن واسه تو هم یه فکری میکنم. کسی نیست. وای این مال زیر بچه این مال روی بچه این مال وسط بچه این هم مال خود بچه اینا هم مال فک و فامیلای بچه. مادر بابا اختیم بلبلون تاجید بیرم. بح چه مرگ با خورشو مثل خروس ابو عطا بخون برادر. یواش بابا دستم سو چرا همچی میکنی سب کن آخه کس دیگه ایم هست. ای خب بیا چرا نمیایی غذاتو بخوری ستاره خانم. از شماها خیلی متشکرم من سیرم نمیخورم. بیا بابا غذا تو بخور. من نمیشه فرض کنیم از میون 2 میلیون مرغی که خورده میشه دوتاش هم نصیب ما بشه طوری نمیشه. بذار ما چند سال یه مرتبه واسه شکممون عید بگیریم. اگه تو نخوری بده به دل ما نمیچسبه. من نمیخواستم چیزی بگم که شماها رو ناراحت بکنم. واقعا نمیتونم بخورم اشتها ندارم. پس چجوری خلو میگم که اگه نمیخوری بده من زحمتو بخورم. تو کوف بخور خفه خون بگیر 100 کیلو هیکل. همین حرفا رو میزنی که آبجی اشتهاش کور میشه. یه بار که دست رو تو بشور منم بخور. خیال میکنی نمیخورم؟ اگه من هم نکنه رو دورم میخورم پدرت هم میخورم. تو من 40 شبانه روزی هیچی نگردم. خیلی روت زیاده میترسم واسه هیکل ضرر داشته باشه. از این بچه که تو بغلته خجالت بکشی. این بچه هم میدم نوکرش هم اصلا بی بخو دیگه این بال نیدم. به تو رو خدا عقلشو میبینی میخواد به بچه انقدری رون مرغ بگی. تو دیگه خفشو من خودم میتونم چرا کنم. ساکت باش بچه داری میخوابه. خیلی خوب پس اصلا برشم من اصلا خود مرغمو میخورم. مثل اینکه من شماها رو ناراحت کردم. ای بابا این چه حرفیه میزنی؟ راستی ببینم آبجی اسم کوچولو رو چی گذاشتی؟ خورشید. تتاوده با خورشید این وقت اگه ما کوچولو کم داشتیم که اونم منم. بله درسته البته ماه شب 31 حد ندم میزنم تو دهنتو. نزم میترسم بدش
میبینی آبجی این رفیقای من چقدر تو را دوست دارم. خدا
خدایا شکرت. خب الحمدلله کار کاسبی امروزمون بد نبود. خدا رو شکر که پیش این خواهرمون رو سفید در اومدی. بچه ها این عسکری ببین میشناسی؟ ما که سواد نخونیم، تو بخون ببین چی نوشته. نوشته که به زودی شاهد بزرگترین کنسرت هنرمند محبوب خودتان خواهید بود. گمونم آوازی چیزی باید بخونه. اگه یه روزی میخوندم و باهاش ساز میزدیم چی میشون؟ هیچی، اون بخونم مثل ما باهاش تو خرابه ها بخونیم. آره دیگه. مادر، اینا راجع به کی صحبت میکنن؟ مامان، اون آقا قشنگه که آواز میخونه. خیلی زلفاشو ببین. اینقدر موهاش بر نره خراب میشه. اما جبه کناتو بگیر. بگه به من؟ بس، پس من میرم با بچه ها بازی کنم، پس خودم میام خونه. خیلی شبیه فرقینه ها، نه؟ مواظب خودت باش، تو خیابون نری. نه بابا، مامان نمیرم. ماشاءالله. خدا حفظش کنه، بچه باهوشیه. همیشه بعد از کارمون 5000 از من میگیره، میره بستنی میخره. آخه بستنی رو خیلی دوست داره آبجی. بیا بریم. خیلی خیلی بس دیگه، بذار بقیه‌اشو من بکشم. نه ریشش تو نکش، خودم میکشم. چرا همچی میکنین؟ عکس به این قشنگی رو خراب کردین. تا دیگه ما رو کدوم جهنم در ری رخت و لباسشو ببین مثل گده ها میمونه. اگه لباسم کنه و پاره پوره است، عوضش مثل شماها که بی تربیت نیستم. خب بریم. نگاه کن به سهلو داره آواز میخونه. کوچولو، آهای آهای دستا بکرچو. بلاشو کوچولو، گریه نکن. آهای بام 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 بام. چرا دعوا میکردی دختر جون؟ آهای بام، آهای کمرم، کمرم تر گرفته. پات دیگر، پات دیگر. ای بینادره، گریه نکن دختر جون، الان میبرم به دکتر، خوب میشی. گریه نکن جونم، آروم بگیر، آروم بگیر. بام گرشو، ای بینادره، الان میرسونم به دکتر جون. کمرم، آخ بام، آخ کمرم، پام شکسته. ببینم پات طوری شده؟ نه نه، دستم شاید، شایدم پام شکسته باشه. وای 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 سرم، وای مثل اینکه سرم هم شکسته. پس چرا خون نمیاد؟ نمیدونم، شاید بعدا بیاد. آخ خدا، مردم، کمرم خورد شد. الان میبرم بیمارستان، یا آمپول بهت میزنن فوری حالت خوب میشه. نه نه، من آمپول نمیزنم. چرا؟ من کمرت خورد نشده؟ آخ یادم افتاد، آره خورد شده. آخ کمرم، آخ. حالا دیگه حتما باید ببرم دکتر، تو از درد داری ناله میکنی. توزی منم که فقط ناله میکنم، هر دختری جای من بود زار زار گریه میکرد. آه راست میگی؟ تو واقعا دختر پرجرأتی هستی. خب حالا بگو ببینم من باید چیکار بکنم؟ اولا که این بچه های بی تربیت پیرنم رو پاره کردن، باید یه پیرن شیک و قشنگ جاش برام بخری. چش دومندیش 5000 پول بستنیمو موقعی که اومدی منو از زیر دست و پای اونا در بیاری گم کردی، باید بدی. آخه من واسه خاطر شما دعوا کردم. متشکرم، اما مگه من گم کردم؟ پس کی گم کرد؟ لابود میخوای بگی من از قصدی گم کردم ها؟ نه خیلی معذرت میخوام، میدونم من باعث شدم، البته باید خسارتشم بدم. باریکلا پسر خوب، حالا باید همه این کارا رو زود انجام بدیم و برگردیم خونه که مامانم دل با پس نشه. اطاعت سرکار علیه، اطاعت. خب داشتی تعریف میکردی؟
بذار اینا رو بخورم بعد واسهت میگم. خب همینطوری که میخوری حرفتم بزن. آخه میترسم از خودم عقب بیفتم. اصلا داشتم چی تعریف میکردم؟ گفتی سه تا عمو داری. آره با مامانم با هم زندگی میکنی. اسم عموات چی؟ رجب، رضا، رمضان. اما فکر بد نکنی یا اموهای من هر کدومش یه هنرمندن. آخه نوازنده هستن. براو براو. خب بله اونا میزنن، مامانم هم میخونه، منم پول جمع میکنم. آها حالا فهمیدم. پس چی؟ درسته که شما یه خواننده مشهور و پولداری هستی، اما اگه آوازی مامانم رو بشنوی دکونتو تخریب میکنی. راستی؟ مامانت اینقدر قشنگ میخونه؟ بله. ببینم پس چرا نمیره تو رادیو بخونه؟ چی شد؟ مگه حرف بدی زدم؟ ببینم از حرف من ناراحت شدی؟ نه. پس چی؟ چرا شیرینی تو نمیخوری؟ تو خودت گفتی مادرت خواننده خوبیه. درسته، مامانم واقعا قشنگ میخونه، خودشم خیلی قشنگه، اما... اما چی؟ حرف بزن. اما... کوره، نمیتونه ببینه. یاد این موضوع انداختم. اما به هر صورت هنرمند هنرمنده، حالا هر طور میخواد باشه، هنرش که فرقی نمیکنه. راست میگی؟ بله معلومه. منم اینو همیشه به مامانم میگم. اوه خوشو یادم افتاد، دیگه داره دیر میشه، پاشو بریم الان مامانم ناراحت میشه. پاشو. چشمانم احتیاط میشه. بفرمایید بریم. اوه نزدیک با شیرینیام یادم بره. خورشید بیا دیگه نمیخواد اونو برداری، من برات چند تا جبه خریدم. خیلی از شما متشکرم که اینا رو برام خریدین، شما خیلی خوبین. منم از آشنایی با شما خیلی خوشحالم، اصلا مثل این که خیلی وقت شما رو میشناسم نازدار خانم. بازم ممکنه همدیگر رو ببینین؟ البته، من که از خدا میخوام. بایدم از خدا بخوای، مگه من با هر جوونی به این زودی مودی ها آشنا میشم؟ باعث افتخار منه خانم. خوب، بگو ببینم، حالا میتونی از من دعوت کنی یه شب بریم به یه کافه درجه یک؟ چی؟ همچی کردی؟ نفهمیدم کافه؟ خب بله، چرا تعجب کردیم؟ همه پسر و دختر رو دعوت میکنن. آره درسته، ببخشید هیچ یادم نبود. بسیار خوب، سرکار الیه به بنده افتخار میدن که دعوتشون کنم به یک کافه. نه متاسفم. چرا؟ تو خودت گفتی. آخه برای دختری مثل من خوب نیست تا دعوتم کردن فوری قبول کنم. گذشته از این شما هنوز خواهش نکردین. او بله درسته، خواهش میکنم دعوت منو قبول بکنی. بسیار خوب متشکرم، حالا قبول میکنم. اما من لباس شب ندارم بیام کاباره، آخه پیرن دکولتی لازم دارم تا پیش خانمای دیگه خجالت نکشم. بله خب این حرفتم درسته، چشم لباس شب جنابالی با بنده. مثل اینکه خیلی خورده فرمانش کردم. بازم منو دوست داری؟ او بیشتر از همیشه، اصلا خیال میکنم تو دختر خودم هستی. منم اگه بابا داشتم حتما به خوبی شما بود، همین قدم دوستش داشتم. آره حالا دیگه بریم خونه دیره. آخرش میترسم تو خودتو مریض کنی. بابا ما خودمو میشونیم دیگه. پس وجود من تو این خونه چه فایده ای داره؟ همین کافیه که محفل ما رو گرم کردی آب. سلام مادر جون، خسته نباشی. سلام مادر، تا حالا کجا بودی؟ چرا انقدر دیر کردی؟ به 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 باقی آبا چه انگور منگوری، ببین چه مالی شده. نکنه گنج پیدا کردی؟ نگاه کن درست مثل تو بیالوره شده. ماشالله ماشالله خوشم، چه سکسی شده. چه مامانی شده. چه خبره؟ مگه چی شده؟ من چه میدونم، به اینو بگو مامان جون. مگه شماها تو عمرتون هنوز یه دختر خوشگل ندیدین؟ آخه اینا رو از دست من بگیریم با یه خانم شیکپوش که اینطوری رفتار نمی کنم. خانم اینم بلیت بخت آزمایی بردی؟ نه خیلی بهتر از بخت آزمایی، با یه ماشین تصادف کردم. چی؟ تصادف؟ تصادف؟ بله
ریتا سوتو، آخه این نوره یه جوونه که به من توجه داره هدیه کرده. مگه کجا بودی عزیزم؟ چی شده؟ ماما نمیدونی چه لباسی تنمه، خیلی قشنگه. دست بکش، دست بکش ببین چه نرمه. دستم کثیفه، نمیتونم. اینقدر پیرن قشنگیه، اما حیف که نمیتونی ببینی. کاشکی مامان یکی از چشمای من مالی تو بود، اون وقت هر دومون میدیدیم. دختر عزیزم، من الان چند ساله که نتونستم صورت قشنگ تو رو ببینم، اما هیچ ناراحت نباش، برای اینکه تو خیال من، تو فکر من نقش بستی و خیلی خوب میتونم زیبایی تو رو حس کنم. ایشالله یه روز چشمم خوب میشه، اون وقت میتونم تشخیص بدم که چجور تو رو تو خیال خودم تصور کردم. دخترم تو هم حتما نیدی. اون از شنیدن اسم ستاره ناراحت شد. معذرت بخوام. سعید، من نمیخواستم خاطره اونو برات تجدید کنم، امیدوارم که منو ببخشی. خیلی خوب، چیزی نیست، راحتم بذار. شدی مادر؟ آخه خوابم نمیبره. بخواب عزیزم، اگه بخوابی خوابت میبره. مادر چیه دخترم؟ میتونی یه کمی از بابام حرف بزنی؟ آخه شما هیچ وقت از بابام چیزی نگفتی. درست عزیزم، بابای تو بهترین بابای دنیا بود، شیرین ترین و خوشگل ترین مرد، راستی راستی که مرد بود. لابد خیلی هم دوستش داشتی. آره عزیزم، پدرت واقعا دوست داشتنی بود، مهربون، با محبت، خوشگل، جبون. اما افسوس که رفت و دیگه بر نگشت. اون موقع که شما پیشش بودی پس کجا رفت؟ آخه چرا رفت؟ رفت پیش خدا عزیزم. تو هنوز به دنیا نیومده بودی که اون با ماشین افتاد تو دره و مر. اون وقت من و تو رو تنها تو این دنیا گذاشت و رفت. میخوام براش دعا کنم، میخوام ازش خواهش کنم که دو مرتبه برش گردونه پیش ما. میخوای گذاشته منو به خاطرم بیاری؟ میخوای گریه کنم؟ نه دخترم، فقط براش دعا کن. میشه برای پدرت دعا کن. من نخواستم شما رو ناراحت بکنم مادر جون، اما مثل اینکه یه صدایی تو دل منه که میگه پدرت برمیگرده. باور کن مادر جون، باور کن. چشم چشم دوش میکنم.
شایدا، اونایی که مردن دیگه بر نمیگردن، اما اگه میخوای پدرت خوشحال بشه اون دستای کوچولو و قشنگ تو به طرف خدا بلند کن و برای پدرت دعا کن. دعا کن دخترم. چشمم. راستی ماما شما اجازه میدین که من فردا شب با اون آقا برم کافیه؟ آره دخترم، اگه اومد دنبالت برو، عیبی نداره. حالا دیگه بگیر بخواب. بخواب جان، بخواب. بیدم مثل اینکه قرار بود با خانم تشید بیاس. خب سرکار خانم چی میل دارن؟ چقدر عجله تو ریپیز صورت قضی رو بیاری. او مذارت میکنم. صورت قضی ها. بله چشم، خیلی ببخشید. همین از سعی بفرمید. بدید خدمت خانم. بفرمید مطمئن. متشکرم آقا. من یه بستنی گنده میخورم. نمیشه که، باید شام بخوریم. پس هرچی شما خوردی منم میخورم. خیلی خوب، هر غذایی که میدونی خوبه خودت برامون بیار. مشروبم میخوریم یا آبجا برامون بیار. چشم بخوریم. سب کنیم. بفرمیم. پس من چی؟ مگه تو هم میخوای بخوری؟ البته برا بنده یه عدد پپسی. چشم منو بچلو. نگاه کنیم. بفرمیم. بزرگشون. چشم مطمئن. منو ترسونی بابا. برای چی؟ آخه خیال کردم تو هم میخوای بخوری. میدونم که دلت میخواد بخورم و مست کنم، اما کور خوندی جونم، ما از اوناش نیستیم. معذرت میخوام، آخه میدونی این تقاضا میکنم به افتخار ورود هنرمند با ارزش خودمون باز هم کف بزنیم. خانم ها و آقایین حاضر در این کاباره همگی تقاضا دارن افتخار شنیدن یکی از جدیدترین آهنگ های شما رو داشته باشن. ممکنه؟ بسیار خوب چشم، براتون میخونم. خب سرکار خانم اجازه میدن؟ موازی باش خیت نکنی و یکی از این آهنگ قشنگ قشنگاشو بخون. اونم به چشم، با اجازه. این آهنگی رو که میخوام امشب برای دوستان عزیزم بخونم اسمش خوابه. خواهش میکنم، خوابی که شاید کسی ندیده باشه اما برای من حقیقته، حقیقتی که امروز به صورت خواب در اومده. Thank you.
دنبال عکس برس ما میونه آب نشستی تا دست بردم بگیرمت پرچی شدی شکستی آهی فلک نفرین به تو ببین چه میکشم من جدا از آن مدراف بری میون آتشم من هزارون چشم پرز عشق به تاق آسمون مثال آرسما میونه آب نشستی تا دست برم بگیرمت برچین شدی شکستی آه ای فلک نفرین به تو ببین چه می کشم من جدا از آن مدراب بری میون آتشم گفتم چشمتو باز کن هیجانی حس نمی کنی؟ نه دکتر خیلی وقت تو زندگی من هیجانی نیست خداوند به بندش صبر و حوصله داده برای تحمل رنجها خیلی خوب حاضری دخترم؟ بله دکتر حاضرم بسیار خوب حالا آهسته چشمتو باز کن تاریکی جرأت داشته باش یه مرتبه دیگه چشمتو باز کن نه نمیبینم دکتر هیچی نمیبینم اما شما ناراحت نشین دکتر برای من هیچ فرقی نمیکنه چون مدت هاست که زندگی من سیاه و تاریک شده قصه نخور دخترم قسم میخورم که چشمتو قابل معالجه است من زحمت خودم رو که نیست چرا جانم همونطور که گفتم برای معالجه چشم مادرت یه مقدار پول لازمه اونم نه برای من بلکه برای جراح متخصصی که باید از انگلستان دعوتش بکنیم برای آمد و برگشت این پروفسور و همچنین اجرت جراحیش مبلغ قابل ملاحظه پول لازم داریم فکر میکنین همه مخارج رفت آمدش و حق عملش چقدر میشه؟
نمیشه کاملا درست گفت، ولی در حدود 30,000. 30,000 تومان؟ بله 30,000. چی عزیزم؟ با من کاری داری؟ خجالت نکش، بگو. نه دکتر، خدافیز. خدافیز. دوران قلبم کجایی کجایی، رفتی که بر من به شادی گشایی، دروازه های بهشت طلایی، اما صد افسوس رفتی و برد از کفم زندگانی، عشق و امید مرا در جوانی، رفتی کجا ای که دردم ندانی، دردم ندانی. منو ببخش شیطون کوچولو، آخه خیلی کار داشتم که بایستی انجام میدادم، حالا موقع گردش تفریحه. برو تو ببینم. به گردش بری میتونی لباسای نو بپوشی، دیگه چه قصه ای داری؟ راست میگی، من یاد بستنی و سینما نبودم. من قسم میخورم تو اقلن 4 دست
کچل بذاری. درست گفتی، براو. ولی همش نو نیست. هرچی باشی از مال اموام نوتری. بیا جلو. امو رجب اصلا کد نداره. مهم نیست، منم یه وقتی کد نداشتم. تو هم کد نداشتی؟ نه. بیچاره. راستی بگو ببینم. سبکو سبکو. ببینم چی؟ صدای از اونو میشنوی؟ آره. آفرین دختر خوب، خیلی ازت خوشم اومد. اما کیو دعا میکردی؟ مادرم رو دعا میکردم که خدا زودتر چشماشو بینش بده. آخه همه آرزوش اینه که منو ببینی. شما داره گریه میکنی؟ آره، چیزی نیست دخترم. این قصه های آدمی که آب میشه و میریزه. پس مادرم این همه گریه میکنه میخواد قصه هاش تموم بشه؟ آره جونم. خب دیگه کیو دعا میکردی؟ بعدشم پدرم رو دعا کردم. آخه اون مرده، اما مثل اینکه یه کسی تو قلب من هست که میده پدرت نمرده، اون زنده است. به مامانم هم گفتم، اما اون میگه اونایی که مردن دیگه بر نمیگردن. درسته، مامانت راست میگه. منم یه موقعی عزیز داشتم، میخواستم باش عروسی کنم، اما چی شد؟ هیچی. مرد؟ آره مرد. اگه شما اجازه بدید بعد از این برای اونم دعا میکنم. آره جونم، برای اونم دعا کن. خدا برد. دیشب امو رزا میگفت پول باشه چشمه مامانم خوب میشه. نگفت برای این کار چقدر پول لازمه؟ چرا 30,000 تومن. پاشو بری خونه جون، پاشو واسه نخور. خدا بزرگ. اون وقت از بابام پرسید، بعدشم گریه کرد. گریه کرد؟ آره مامان. آخه وقتی داشتم برای چشم شما دعا میکردم یه مرتبه برگشتم دیدم صورتش خیس اشکه. اون برای شما گریه میکرد. چرا مامان این حرفا رو برای مردم غریبه میزنی؟ اونا که نباید به خاطر ما قصه بخورن. نه مامان، اون خودشم تو دلش قصه داره. میگفت نامزدم رو خیلی دوست داشتم، چشماش مثل چشمای آهو بود، اما مرد. چیز عجیبیه، راست گفتن که تو این دنیا دل بیغم وجود نداره. خب دخترم، این آقا کیه؟ چه شکلیه؟ تعریف کن ببینم. مامان مثل ماه میمونه، خوشگل، قد بلند، چشای سیاه و درشت، موهاش ریخته یه طرف صورتش، دندوناش هم مثل صدف میمونه. خیلی خیلی خوشگله، خیلی هم خوشتیپه. صداش هم که دیگه نگو. بعدم میدونی مامان چیه؟ مامان چرا گریه میکنی؟ هیچی عزیزم، یاد پدرت افتادم. چی داری فکر میکنی؟ چرا نمیای تو سالن پیش مهمونا؟ اینکه خوب نیست تو اینجا بشینی. حوصله ندارم. آخه برای چی حوصله نداری؟ من که هر کاری میکنم تو از من راضی باشی بازم نمیشه. دیگه ناراحتیت چیه؟ پول لازم دارم. خب این که چیزی نیست. چقدر لازمی؟ 30,000 تومن. گوشکن سعید، من تمام ثروت و دارایی متعلق به توی. اگه همه زندگی منو آتش بزنی من حرفی ندارم. فقط دلم میخواد بفهمم رابطه ای من با تو چیه. یعنی تکلیف منو روشن کن. آیا امیدوار باشم که یه روزی مال میشی؟ با
پس تو میخوای حالا که من احتیاج به این پول دارم مجبورم کنی ها؟ نه سعید، این چه حرفیه؟ چرا؟ در واقع میخوای منو با این پول بخری؟ نه اینطور نیست. ببین من نمیخوام همین الان از تو قول ازدواج بگیرم. فقط بدونم که تو از من متنفر نیستی. همین برای من کافی. من اینقدر بهت محبت میکنم تا یه روزی این تصمیمو بگیری. ببین سعید، من الان این 30,000 تومانو به تو میدم، البته به عنوان قرض، ولی با چند کنسرت که دور ایران بذاریم تو 10 برابر این مبلغو در میاری. ضمناً شب و روزم با هم هستیم، اون وقت اگه دیدی من همسر خوبی برای تو هستم میتونیم با هم زندگی کنیم. اگرم نبودم هر تصمیمی که دلت خواست میتونی بگیری. خیلی خوب، پولو به هم بده. چشم سرور من. چرا مجبوری بری؟ مگه تو همیشه نمیگفتی منو مثل دختر خودت دوست داری؟ پس چرا میخوای منو تنها بذاری و بری؟ خب نمیرم که بمونم، برمیکردم. من غیر از مامانم هیچ کس رو دعال اندازه شما دوست نداشتم. هر شب موقع خوب تو اونو دعا میکنم. عوضش تو میخوای منو تنها بذاری و بری؟ ای بابا، تا چشم بذاری سه ماه تموم میشه و منم برگشتم. شایدم زودتر بیام. ببینم سه ماه چند روز میشه؟ 90 روز، 9 تا 10 روز. خیلی زیاده، اما من بازم حسابش نگر میدارم. سر 9 تا 10 روز میام، منتظرت میشم. باشه، بیا جای همیشگیمون، منم میام اونجا. یادت نره ها. نه، بهت قول میدم. خب حالا یه کمی بخند، بخند که خوشحال بشیم. آفرین، حالا باید بریم یه کمی بگردیم. اگه گفتی کجا؟ بستنی خودی. بالاخره میگیرم. حالا میخوای بری؟ اگه اجازه بدید، بله. اجازه که خیلی خوب، پس قول بده سر موقع بیاد. چشم، قول میدم. خدا. سب کن، یه چیز رو یادم رفته بود بهت بدم. بیا بگی جون. این چیه؟ یه هدیه کوچولو برای مامانه. آخه چیه؟ پول. صبر کنی، تو رو خدا صبر کنی، صبر کنی. بله درستی، 1,000 تومانی. دست بکش، دست تو بکش، بیتر بیاد. نگاه کنی، خدایا این معجزه است. دختر این پولا رو از کجا آوردی؟ تا ما ندونیم این پولا رو کی به تو داده نمیتونیم بهش دست بزنیم. مامان به خدا این پولا رو همون آقای داده، داده به خودم، اما دلش نمیخواد اسمشو به شماها بگم. اصلا من اسمشو یادم رفته. چی میگی؟ خیلی خوب بابا، چرا اینقدر این بچه رو اذیت میکنین؟ لابد یارو هم از اون پولداراست و دلش خواسته و بهش پول داده. چی داری میگی رمزون گری؟ آدم پولدار اگه از این بلخرجا میکرد که پولدار نمیشد. بروجک راستشو بگو، چی بهت داده؟ دختر من یه دیوونه شدی، خب راستشو بگو دیگه. اگه اسمشو نگی منم چشممو معالجه نمی کنم. البته منم پولا رو نمیدم. دیگه دلم یواش یواش عصبانی میشم. آخه شما چه جور آدمی هستی؟ فقط به خاطر اینکه من اسم اونو فراموش کردم و نمیتونم بگم، مامانم باید تا آخر عمرش کور بمونه؟ گذشته از این، تو آدم ها خوب و بد پیدا میشه، چه پولدار چه فقیر. مامان من که بهت گفتم اون مثل بابای خوب منو دوست داره. همیشه به هم میگه اگه دختر داشتم تو رو اندازه اون دوست داشتم. منم اگه بابا داشتم به اندازه همین آقا دوستش داشتم. آخه تو جوانیش مثل ما فقیر بوده. عیبی نداره دخترم، همه اینا کار خداست. خدا میخواست که یه همچی آقایی دقیقه بجون کی میدون؟ ماما خدا این آقا رو فرستاده که من تنها نباشم. تو که نمیدونی ماما، هر وقت بچه ها رو میبینم که دست پدرشون رو گرفتن و میرن گردش، انگار تای دلم رو چنگ میزنن. اما حالا یه کسی هست که نازم کنه و واسم چیز بخره. درسته عزیزم، درسته.
میکنی؟ تو باید خوشحال باشی که من یه دوست به این خوبی دارم. مگه نه مامان؟ آره دخترم، اما این گریه خوشحالیه. نه مامان، من دیگه نمیخوام تو عشق بریزی. بعد از این دلم میخواد همیشه بخندی. خورشید راست میگه، به خدا حالا وقتشه که بخندیم و خوشحال باشیم. این یه روز درسته. جدایی سر در میاد، دست به دست هم دیگه تو کوه و دشت، مثل آهو میریم به سیر و گشت، مثل آهو میریم به سیر و گشت. خواست خدا بوده که با هم آشنا باشی، آسوده از غم‌ها به امید خدا باشی. دنیا میری به دیار عشق و شادی ها میری، خونه هاش مثل صدف سفید باشه، آفتاب تابونش از امید باشه. خواست خدا بوده که با هم آشنا باشی، آسوده از غم‌ها امید خدا باشی. خواست خدا بوده که با هم آشنا باشی، آسوده از غم‌ها امید خدا باشی. خواست خدا بوده که با هم آشنا باشی، آسوده از غم‌ها امید خدا باشی. خواست خدا بوده که با هم آشنا باشی. I think her eyes is all right. We must try, doctor. Thank you so much, professor. Yeah? I tell her. Thanks. Yes, please. باید بهتون مژده بدم که پروفسور خیلی به این عمل خوشبین هستن و بایستی که امیدوار باشیم. به خواست خدا موفق میشیم. خوشحال باش دخترم. هیچ چیز تو این دنیا منو خوشحال نمی کنه دکتر. چون من چشمامو خیلی وقت از دست دادم که دارم، اینه که یک بارم که شده خورشید کوچولوی قشنگم رو ببینم و برادرای خوب و مهربونم، و بعدم دیگه چیزی برای من مهم نیست. امیدوار باش دخترم، من مطمئنم که به آرزود میرسی. کمی جرأت داشته باش. حالا باید بریم اتاق عمل. بلند شو عزیزم. ده و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نوزده، این هم میشه ده روز رو هم نود روز. پس شده 90 روز. آره. خدا جونم الان میاد اونجا منتظرم میشه. پیرن رو هم کجاست؟ یا نه پیرن رو هم حتما بعد از دمو یادش رفته. کی یادش رفته؟ غیر ممکنه، هیچ وقت یادش نمیره. مگه اون مثل جوانای امروز است که دختر رو چشم را بذاره؟ لا اله الا الله. خدا جون الان دو ساعتی که اینجا وایستادیم ازش خبری نشدیم.
دارم از خستگی میفتم، از بس این پا اون پا کردم یه پام کوتاه شد. بابا من که گفتم یادش میره، اون وقت شما واسه دیره بر به این بچه گوش میدی. ولی من یقین دارم اون خورشید رو فراموش نکرده. مگه شماها یادتون رفته چه پول کلونی به همین بچه داد؟ پس چرا تا حالا نیومده؟ میاد اینقدر بجون من نق نزنی. اگه میخواست بیاد که دارا اومده بود. من که رفتم شما هم انقدر باشید تا زیر پاتون علب سبز بشه، مثل اینکه یادتون رفته ستاره منتظره بوده. از اولش هم بی خود معطل شدیم، منم رفتم. نه یه خودی دیگه صبر کنین، تو رو خدا نرین، اون حتما میاد، غیر ممکنه یادش بره. خورشید جون مگه یادت رفته؟ آخه مامانت منتظرمونه. حالا بیا بریم، بازم برمیگردیم همینجا و منتظرش میشیم. خودش به هم قول داده هر وقت اومد بیاد اینجا. من میدونم حتما میاد. عیبی نداره، یه روز دیگه میای اینجا و میبینیش. امروز چشم مامانت رو باز میکنم، اگه ما اونجا نباشیم خیلی بد میشه. حالا بیا بریم دخترم، بریم. میگه تو دعای بچه های کوچولو بی گناه رو قبول داری. منم به درگاه دعا میکنم که چشم مادرم رو خوب کنی تا منو ببینه. حالا چشم تو آهسته باز کن. دارم چی میبینی؟ هیچی دکتر، هیچی. درست نگاه کن، هیچ نوری نمیبینی؟ نه چیزی حس نمی کنی دخترم؟ چی میخوای بگی؟ جرأت داشته باشه، خوب دقیق شو. نور دکتر چراغو میبینم، چراغو میبینم دکتر. خدای من کمکم کن، میخوام ببینم، میخوام خورشید قشنگمو ببینم دکتر. دارم میبینم خورشید. ماما جون خورشید من، دخترم. اینقدر منو لیش نزن، منو آب لمبو کردی. خدایا به درگاهت شکر، الهی شکر، به کرمت شکر، دیگه دخترمو میبینم. چکرم دکتر. مامان عموم هم اینا هستم، یه تا بهت نشون بدم. آره بدون زن عمو ها هستی. ببین مادر جون، این عمو رضا چاقه. سلام. اینم رجبی بجبیه و اینم جناب آقای رمزون خان. من که با هیچ زبونی نمیتونم از شماها تشکر بکنم. برای چی آبجی؟ الان انگاه خدا همه دنیا رو بهمون داده. خیلی از شما ها ممنونم، همینطور از آقای دکتر. از اون طرف بذارش اینجا، خاک عالم هیچ کارمو نه. سفره عقد حاضره؟ بله خانم، هیچی کم و کسر نداره. از چرا اینقدر این سلمونی عروس طول کشید؟ مگه چقدر کار داره؟ میترسم آقا بیاد اما عروس دومات هنوز نیومده باشه. چرا؟ از یه آدم کور نگهداری کردن و یه بچه رو به این سن رسوندن کار هر کسی نیست. مامان جون من خودم بزرگ شدم. آره اون که بله، الحمدلله که چشم شما دیگه خوب شده، دیگه فکرشم نکو آبجی. اینم شما ها زحمت کشیدین که من معالجه شدم. بله چی؟ اگه خورشید اون پولا رو نمی آورد ما کجا میتونستیم فراهم کنیم؟
به راستی از اون آقایی که این پولا رو داده به تو چه خبر خورشید جان؟ من که باهاش قهرم واسه اینکه اون سر این نوت دروز نیومد. حتما یادش رفته مادر. نه ماما یادش نمیره، اون منو خیلی دوست داره. کاش که عکسش اینجا بود و بهتون نشون میدادم. همون خوننده معروف دیگه خواهر، امروزم اخکنونشه. آره من تو روزنامه خوندم میخواد یه زن پولدار رو بگیره. کاش میتونستم یه چش روشنی براش تهیه کنم. آخه چی میتونیم براش تهیه کنیم که لیاقت اونو داشته باشه و ازش خوشش بیاد؟ مامان نمیشه اموان بزنن و شما براش بخونی؟ من بخونم؟ باری کلده از حق قشنگ گفتی که چش روشنی از این بلوتر که تو با صدای قشنگت براش بخونی. آره حتما خوشش میاد. آره مامان راست میگه، حتما از این کار خوشش میاد. آخه مادر بدون دعوت که نمیشه، تازه خونش هم بلد نیستی. چرا مامان من بلدم. تو رو خدا قبول کنین دیگه. تو رو خدا مراسم عقد هر چی زودتر انجام بده. ما حاضریم خانم، کاری نداریم. چی داری؟ آقا ممکنه مارم تا اون پایی ما اینا ببری؟ جواب داره ها؟ خانه خود بخم بیا بچه بیا جواب جواب یه رو بطر نکنی. ای خدا من دیدی که هم بایقا فستاس نکن، برو بالا الان مطلب دیگه میبرن. اجازه میفرمایید خود به عقد را جاری کنم؟ یکی دیم همینطور دیگر ایالا چه بوشی؟ تو که برای گوشی ها هنو موجب خبر نکرد از زرزیلایی. حالا حتما میدونی همینجا؟ آره عموچی من میدونم اینجا رو همه رو بلدم. آقای رولاله خیلی متفکرم، اینشانه شب عروسی خودت میام در یه دنبک میارم. عموچی بگه که که اول از دران سیروز بانگای شادمانی رو رد کنفار یادن نره. شروع کنیم زود باشی کوکی. خیلی خوب بچه، حاضر باشین حاضر باشین شروع میکنیم. خیلی خوب بریم. چی شده ستاره؟ چرا گریه میکنی؟ نمیدونم چرا دلم شور میزن. خفم کردی؟ بگو بله. آقا یه دفعه دیگه بخونی. خب بچه حاضرین؟ من زیرم. مواظب باشین اشتباه نکنین ها. حاضر؟ یک دو سه. فتنه شما را به عقد سعید سعادت در می آورم. حاضرید؟ صبر کنید. خدایا این صدای خودش چو کبوتر بی پر و بار میرم همه جا. Rock the
جوانی رفتی کجا ای که دردم ندانی دردم ندانی خدایا خواب میبینم یعنی ممکنه نمیشه باور کرد تو زنده هستی نکنی دارم خواب میبینم نه نه ستاره من تو بیداری ما هر دومون بیداری خورشید محبت داشتی آره؟ آه نه این چه حرفی میزنی؟ این دختر کوچولو یکی از دوستان خوب منه اگه این شیطون کوچولوی قشنگ نبود ما هیچ وقت همدیگر رو پیدا نمی کردیم باید ازش ممنون باشیم مگه غیر از اینه؟ نه درسته اما هیچ میدونی همین شیطون کوچولوی قشنگ خورشید دختر خودته؟ نمونده امروز از غم نشون شکر خدایا